یه کسی که میخواد یه فیچر رو کالر کنه کامل برای هر پروژه بین 50 تا 60 هزار دلار استودیو چارجشون میکنه مثلا این آیپد های جدید که اومده اصلا یه آپشنی توی ستینگش هست به اسم رفرنس مود و این خیلی رفرنس خوبیه یعنی خیلی نزدیکه به رفرنس مانیتور های مثلا فلندرز و سونی و اینا که هم به خاطر داستان وی که خب ترجیح میدن توی ایسیز کار کنن همین که یه در واقع سطح استانداردی وجود داشته باشه که همه بگن خب هممون تو ایسیزیم حالا بیاین کار کنیم الان دی میشه هر تکنولوژی که قادر برایتنس بیشتر از 100 نیت رو پخش کنه خیلی پیچیده تر از اینه که من فقط برم مانیتور HDR بگیرم نتفلیکس بیاد با من کار کنه خب حالا در مورد اون پنله خب صحبت کردیم که گفتی لزوما اونقدر لازم نیست ولی امه. یه وسیله دیگه است که فکر خیلی مرتبطه حالا به جو سخت افزار به کنار امه. مانیتور فکر میکنم آه. مخصوصا اینکه خب خیلی ها میگن حتی روی مانیتور خیلی خوب ما کالر میکنیم بعد روی تلویزیون پخش میشه اصلا خیلی بده سچور است و کم سچور است راجع به این حالا خورده به اون اینکه اصلا با چه مانیتوری میشه شروع کرد حداقل مانیتوری که بتونن تهیه کنم برای شروع مخصوصا اینکه او خیلی آی مک دارن و اپل رو دوست دارن مثلا میگن آی مک مناسبه و این قضیه این چیه که رنگ چرا رو بهترین مانیتور هم کار میکنی باز یه جای دیگه یه جور دیگه نمایش داده میشه خب حالا این سوالی که پرسیدی هم یعنی هنوزم من این مشکل رو دارم یعنی من همیشه رو مانیتور خودم هم که کالر میکنم وقتی میفرستم برای کلاینت اونا من دع... یعنی کنترلی ندارم روش که اونا روی چی ببینن تنها کاری که میتونم اینه که بکنم اینه که پیشنهاد بدم آقا روی مثلا فلان چیز ببین یا مثلا این ستینگ رو درست کن معمولا کلاینت ها یا روی همون آیمکشون میبینن یا مثلا مکبوکی آیپدی چیزی من معمولا پیشنهادی که میکنم میگم حالا برای کلاینت ها که میخوان ببینن مثلا این آیپد های جدید که اومده اصلا یه آپشنی توی ستینگش هست به اسم رفرنس مود <applause> که اینو که روشن میکنی خودش همه چی رو قفل میکنه رنگ ها تبدیل میشه به در واقع استاندارد 709 <applause> که SDR در واقع استاندارده و این خیلی رفرنس خوبیه یعنی خیلی نزدیکه به رفرنس مانیتورای مثلا فلندرز و سونی و اینا این خیلی آپشن خوبیه و اصلا برای شروع حتی اگر آدم نمیخواد مانیتور خیلی گرونی بخره چون به حال یعنی چیزهای حرفه خیلی گرون تر میشن من خودم اولین مانیتور که شروع کردم یه LG بود LG پنلش هم IPS بود معمولی ولی چیز مهم اینه که حداقل کالیبریت بشه یعنی اینکه حالا این پروبای مختلفی وجود داره مثل سپایدران، اکس رایت داره یه کمپانی دیگه هست به اسم کلمن که اونا خیلی یکم البته گرونتر اکویپمنتش ولی یه سافتور میاد باهاش ریدر خودش رو میتونی بگیری وصل میشه به مانیتور و در واقع اصلا کالیبریت شدن اینجوریه که اون دستگاه در واقع نور رو میخونه از روی مانیتور و یک سری تارگت پوینت هست که مثلا میگه آقا اگر رک 7 و باید مثلا قرمزت این باشه آبی این باشه سبز این باشه و این همون در واقع سیگنال ها رو به مانیتور دستور میگه پخش کنه و این رکورد میکنه میبینه چه ریدینگی میخونه و در واقع اون نرم افزاره اینو ادجاست میکنه به نزدیکترین حالت که به اون تارگت نزدیک باشه این میشه کالیبریشن اونه و یه هم لول برایتنس که ما وقتی اگر اس صحبت میکنیم یعنی اینکه آب تو صد نیته یعنی ماکسیموم برایتنشمون صده که مینیموم هم که صفره و اونو دوباره بر اساس حالا معمولا وایت پوینت رو دی 65 میگیرن بر اساس اون هم وایت پوینت رو میکنه هم برایتنس رو درست میکنه چون مثلا مشکل بزرگ آی مک اینه که خب دیفالتش برایتنسش خودش آتو دیگه ای بالا پایین میشه اون خیلی بده و اصلا حالا این مکای جدید یه آپشن تروتون داشتم که هنوزم روی آیفون و آیپاد هست من اولین چیزی که به همه میگم خاموش کنین تروتونه چون تروتون همه چی رو گرم میکنه این تصویری که میبینی همش گرمه خب چشا دیرتر خسته میشه ولی رنگا غلطه تغییر می‌کنه یعنی نور مثلا عوض بشه کم آبی بشه تو بکراند آره دیگه لامپا همه عوض میشه. تغییر آره یعنی تروتون اولین چیزیه که من به همه کلاینت ها میگم روی هر داستان دستگاه اپلی میبینین اولین چیز شوتون و معمولا نایت شیفت که حالا حداقل اتوماتیک شبا روشن میشه میگم این دوتا رو خاموش کنین نایت شیفت که دیگه خیلی قرمز میکنه آره دیگه قشنگ تو تصویر آره من اصلا این همین مشکل رو داشتم به من زنگ زد که این چرا همش اینقدر زرده و فلان و گفتم بعد مثلا اون تایمشم توی نیویورک بود سه ساعت از من جلوتره دیدم اون احتمال الان هشت شب چنده مثلا دیگه نایت شیفتش شکان روشن شده گفتم برو خاموش کن و گفت ای آره درست شد مثلا این خیلی اتفاق میفته حالا برای خود شروع کار برای به عنوان یه کسی که میخواد یاد بگیره میگم یه مانیتور خیلی بیسیکه همون ها، پنل ها خیلی خوبن یعنی حتی یه سری پنلای سونی و اینا رو هم الژی میزنه حتی شنیده آره بودن یه سریاشونو اکثرشون مستشون. پنل رو میزنه برا همین الژی سریاش خوبه ایسوز پرو آرت خوبه ولی همه اینا به شرط اینی که اون در واقع آره, آره کالیبریتوره آره. 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 حالا یه آدم میتونه مثلا من خودم این کار میکردم که یا حالا دوستام داشتن یا مثلا امتحانی میخریدم یه بار کلیبریت میکردم چون اون موقع مثلا 2300 دلار برای اکویپمنت خیلی گرون بود برای من آه. یعنی یه پرو فکر کنم الان 300 دلار 150 دلار بیسیکش مثلا تازه کلمنا گرونتره. آه. بعد ال چون گفتم آه. خیلی ها دیدن که مثلا کلاینت مانیتوری که اون بالا به عنوان مانیتور گنده میذارن که کلاینت بیاد ببینه خیلی ها حتما دیدن آه. معمولا یه سری ال جی سی سیریز میگیرن اولدا اولدایی که من خودم الان یه دونه سی سی اکس دارم 48 اینچ اون حالا خوبیش اینه که دیفالت که از کارخونه میاد یه مود فیلم میکر مود داره که میتونی رو اون یه سری تنظیمات دیگه عوض میکنی خیلی نزدیک میشه ولی کلمن دوباره یه سافتور مخصوص ال داره که فقط مال ال جی های در واقع هوم تی های ال این روش نصب میشه با پروبی که حالا باز فکر کنم پروبای برند دیگه هم باش کار میکنه حتما نباید برند کلمن باشه اینو وصل میکنی و قشنگ مانیتور تو کالیبریت میکنه یعنی تلویزیون رو ولی برای شروع دوباره کلاینت مانیتور لازم نیست مانیتور خیلی حرفه ای لازم نیست در حد یه چیز در حد توان که بشه فقط کالیبریتش کرد ام... فکر میکنم اما نظر من اینه مثلا اگه من بودم با تجربه اینا چون برای وی هم خیلی مهمه مثلا اختلاف رنگه آره. مخصوصا اینکه شما تو استودیو خودتون رنگ رو درست میبینین قطعا امه. ولی مانیتور برای وی افیکس که اصلا داغونه یعنی تو استودیو ایران حالا خیلی وقت پیش هم ده سال پیش مانیتورای مال منشیا بوده همین سامسونگ ها هست پایناش نقره ایانه. آره. بعد گاما همه کجو کوله یکی آبی بود یکی قرمز بود. آره. بعد میفرستیم برای دی آی اصلا یه رنگ مثلا میگفتم چرا سبزه میگفتم آقا من تن که نمیبینم سبز تو این تصویر و آره. من رفتیم آره. میریدی خب یه پروسه هنوز هم که هنوز هم خیلی مشکل داریم این اصلا اینکه کالیبر رو بکنم مانیتور چیزی که من فکرم هنوزم جا نه افتاده و اینکه خیلی منطقی مثلا برای من من الان پروبه که میگی حالا به لطف آمازون گرفتم یه بار کالیبر کردم پس داره ولی بی فایده چون دقیقا یه هفته بعد الان بهت گفتم حس میکنم اون رنگی که اون موقع کنم درسته الان نیست یعنی به هم باید باید یه جور باید داشته باشی آره داشتنش خوبه آره. چون حتی حرفه ای ترین مانیتورا هم دیگه همیشه کالیبریت میکن اصلا جاهای خیلی دیگه حرفه ای مثل باز کامپلیتلی که چند بار منشن کردم حتی فکر میکنم بعضی وقتا قبل هر سشنی کالیبریت میشه مانیتور ام ولی حالا برند یکم در واقع پروفیشن تر میشه فلندرز و سونی و اینا مثلا فلندرز خودش کمپانیش آپشن اینو میده که برات مجانی کلیبریت میکنه ولی بعد هزینه فرستادن و هزینه پست رو در واقع فقط میگیره آره پست که معمولا با لغت جعبه رو همین یکم اوناش داستان داره ولی یه حالا آپشن دیگه ای هم که یکم بهتر مثلا من خودم اینو دارم مانیتورهای آیزو که یه سریا کالیبراتور کلیبریتور بیلتین توشه ام. که سنسور تو همون بالای مانیتوری سنسوری هست خودش اتوماتیک مثلا هر 20 ساعت از ام. روشن موندن مانیتور خودش اتوماتیک کلیبریت میکنه ام. این خب خیلی تایم و پول سیو میکنه حتی جورایی پول اون قطعه رو گرفتن دیگه آره دیگه از اول خب آره, به آره آره, آره, آره مانیتوراش آره در خب حال یکم خب گرونه مطمئن و دقیق و آره میشه روش چیز کرد ولی بازم من همین آیپد ای که گرفتم آیپد پرو رو وقتی میذاری توی رفرنس مود مثلا من الان فلندرز ندارم ولی همین دوستم برنا یه دونه فلندرز اگه اشتباه نکنم دی ام 250 که اولدم هست اونو داره مثلا من وقتی آیپد رو میذارم کنار اون روی رفرنس مود تقریبا 99 درصد یکیه و این این همیشه کلا آیپد تصویرش یه جوریه که تقریبا اکثر دیسپلیار در واقع کانسومر لول تصویرشون رو سعی میکنن شبیه آیپد ها نشون بدن برای همین اگر توی آیپد قشنگ و درست دیده میشه به احتمال زیاد روی 90 درصد دیگه دیوایس هم تا حد قابل, قابل قبولی درست دیده میشه جالب. آره آیپد خیلی چیز خوبیه چیز قابل خریدنی هم هست آره, آره یعنی آ... حالا لازم نیست آخرین مدل آیپد پرو باشه مثلا این آیپد چند سال اخیر همشون دیگه تقریبا پنلاشون خوبه حالا این آخر آخریه خب اولد HDR تا اصلا هزار نیت یا اف... اگر اشتماع هم شاید بیشتر نه ف... نمیدونم اصلا مطمئن نیستم نیته شو ولی میدونم که جزوی از چیز داره یعنی بالای صد حتما هست و فرق مهم اولد بودن و نبودن توی بلک لوله یعنی در واقع اصلا فرق اولد و الیدی معمولی اینه که الیدی معمولی که در واقع میشه احتمال پنل های آی پی ایس و اینا یه در واقع بکلیتن یه مثل سی آر تی های قدیمی حالا نه به اون چیز تکنولوژی ولی همون آیدیا ای که مثل نورا بیمارستان از ایکس باش نگاه میکنن یه صفحه آره. سفید روشن کار آره یه, س... نوری از پشت به اینا میخوره و اینا فقط واکنش نشون میدن و وقتی که یه مدتی میگذره این نورایی که مثلا دیدی چراغ لامپ معمولی هم اگر تو یه مدتی روشن بذاری بعد که خاموش میکنی یه ته روشنی انگار توش هست این اتفاق دقیقا روی الیدی میفته و تهش کامل کامل خاموش نیست یعنی تو سیاه ها رو خاکستری میبینی ولی اولد فرقش اینه که خود هر کدوم از LED ها جدا روشن خاموش میشن و وقتی خاموشه دیگه چیزی توش نمونده از قبل یا از بکلیتی که میاد که چون نداره برا همین وقتی سیاهه قشنگ سیاه سیاهه و اون کانترست رو خیلی عوض میکنه یعنی توی سیاه ها قشنگ وقتی سیاه و سیاه میبینی خیلی کانترست رو عوض میکنه به جای خاکستری اینه که اکثرا اولد و مثلا پیشنهاد میکنم ولی خب بعدیش هم دیگه اینه که اگر خیلی مدت طولانی روی یه صفحه ای باشه مثلا لوگویی چیزی باشه اینا اولد برنین داره دیگه که میمونه توش البته خیلی باید واقعا طولانی مدت باشه که این اتفاق بیفته با یه روز دو روز نیست خب حالا خیلی از من سوال می‌کنن در مورد ایسز هنگار مثلا یه چیز جدیدیه مهم. یعنی خب منم اخیرا شنیدم مثلا من هیچ از کلمه به گوشم نخورده بود موقع که ایران بودم و همینطور مثلا کار کردن HDR و رک 2020 و میدونی کالر پروفایله که الان خیلی مود و در مورد صحبت میکنن مخصوصا تو وی خب این که ایسز کار بشه اینا هم تو آموزش ها هست مهم. و بعضی هاش اشاره میکنن ولی چیزی که من تجربه کردم میدونم من هیچ اطلاعی ازش ندارم چون این کالر پایپلاینه توسط یه افراد دیگه تنظیم شده اصلا من لازم نیست ببینم این کالرش چیه ما در لینیر 32 بیت روی فایل کار میکنیم هر رنگی بخواد توش در میاد برای من مهم نیست ولی برای همین من حقیقتا هر... خودم خیلی اطلاع ندارم از پایپلاین درستش ولی میدونم حالا منو باید کارکت بکن مثلا با یه سونی FX تیری به فرض اصلا میشه پایپلاین ایس از انجام داد برای رنگ و خروجی و این چیزا یا مثلا من فهم کنم شاید برای دوربین لول بالاست که داینامیک رنج بالاتر و اون 14 بیت و همه چیز دیگه خفنه و اینکه تو ایران خیلی میخوان انجام بدن خیلی هم انجام دادن اصلا بچه VFX بعد یه جایی میرن گیر میکنن که اون گیر کردن هم اول هست نه مثلا مم. مم. هم آخر چون آره. باید رندرت با ایسز باشه تصویرت با با ایسز لینیر شده باشه مم. رندر رو رو اون بذاری خروجی ایسز باشه بعد هم میره دست کالریس اون ایسز رو چی کار میکنه روش 709ش میکنی یا نه چ... چیکار باش میخوایم بکنی؟ حالا آره. دوست داشتم اینو یه کار توه منم که زبانم قاصر تو توضیح دادنش ببین حالا تو بیا یه ذره میرم خیلی سخت ها سه ساعت صحبت فقط در حد اینترو توش آره. ولی یه کمی واضح تر بشه و اینکه آیا اصلا لازم الان کسی که داره کار یا میخواد شروع بکنه برای وی اف حالا میپرسن یا میخوان مثلا یه فیلمی الان میخوام فیلم برداری کنن چیزیه که الان برن سمتش بیسس کار بکنن یا حالا فعلا یه خورده والا احساس و همین جوری که تو میگی پیچیده است من خودم وقتی میخواستم یاد بگیرم هزار نو یوتیوب ویدیو یوتیوب و مقاله و اینا خوندم اصلا میدم چیه باز به قولی شسته رفته بخوام فقط توضیح بدم که چیه در واقع یک کالر سپیسیه که همون آکادمی موشن پیکچر که اسکار و اینا رو هم برگزار میکنه اونا درست کردن و در واقع این دلیلی که اصلا یکی از دلایلی که ساختن این بود که چون ما کالر سپیس های مختلف داریم بعد هر دوربینی واسه خودش یه کالر ساینس جدایی داره یه جور دیگه یعنی لاگی که سونی میگیره با لاگی که کنون میگیره یا با لاگی که مثلا آری میگیره به هر حال ریاضیشون فرق داره همشون تهش یه ماتریکسیه و ریاضی داره توش و اینا اومدن بگن که هم به خاطر داستان وی که خب ترجیح میدن توی ایسیز کار کنن همین که یه در واقع سطح استانداردی وجود داشته باشه که همه بگن خب هممون تو ایسیزیم حالا بیاین کار کنیم در واقع یه یک پارچگی رو میخواستن ایجاد کنن اینو در واقع تولید تو... چ... که در واقع چی میگن؟ تولید ای... کردن ایجاد کردن ایسز در واقع آره دیگه یه در واقع یه... چیز اختراع هم نه آره دیگه یه مثلا کشف <س calorie> ارائه دادن ارائه دادن و در واقع تهش یه کالر سپیسیه که مثلا وقتی من یه ف... حالا من خودم احساس کار نمیکنم کنم یه چند بار کار کردم ولی همش بازم سوالی که میپرسی همش بستگی به پروژه داره که ریکوارمنت هاش چیه دلیوری چیه کیا اصلا چه وی همه اینا مهمه Uh, ولی اگر لازم باشه که باز تجربه معمولا دیکته میکنه اینو میگم تجربه پروژه پروژه, پروژه دیکته میکنه uh, معمولا مثلا دو تا اپروچ الان توی ریزالو دو جور میشه ایسیز درست کرد یه حالتیه که خب این ریزالوهای جدید که دیگه کالر منیجمنت رو توی خود ستینگ منوش آوردن چون دیفالتو که ریزالو اینستال میکنی کالر آن منیجده یعنی یه دونه داوینچی و جی بی داره و ولی منیج نمیشه خودش ولی یه کالر منیج داره که اصلا خود داوینچی اومده یه کالر سپیس مال خودش رو درست کرده فکر کنم به اسم داوینچی گموت یا همچین چیزی که خیلی گسترده از یعنی چیزی که کاور میکنه خیلی بزرگتر از نیاز همه یه کالر سپیس های دیگه است و مثلا اگر تو میذاری کالر منیج میره خودش مثلا تشخیص میده کدوم سونی کدوم فلان خودش میبره 79 اینا من هیچ وقت کالر منیجد کار نمیکنم چون تجربه من یه جوریه که هر چیز اتوماتیکی برا من چیز بدی داره یعنی من تا جایی که میتونم اتوماتیک چیزی رو نمیذارم تا جایی که بتونم کنترل داشته باشم و یکی از حالتهایی که میشه ایسز درست کرد تو خود ستینگ ریزالوه که باز یه بخشیش اتوماتیک میشه ولی حالت دومی که من ترجیح میدم اگر نیاز باشه انجام بدم اینه که چون ریزالف خب یه آپشن خوبی که میده تو میتونی گروه مثلا گروه بندی کنی شات ها رو مثلا میگه آقا این شات های مثلا آشپزخونه است این شات های بیرونیه این شات های توی ماشینه اونجوری میتونی گروه بندی کنی و وقتی گروه بندی میشه دو تا آپشن اضافه میشه یه دونه گروپ پری کلیپ یه دونه گروپ پست کلیپ یه همچین اسمی اگه عقب جلو نگفته باشم یعنی یه کلیپ لول داریم یه دونه قبلش داریم یه دونه بعدش که وقتی تو هر تغییری رو توی گروپ پری کلیپ یا پست کلیپ انجام میدی روی همه شات که توی اون گروه به طور یکسان اعمال میشه حالا این آپشنی که میده پری کلیپ و پوست کلیپ میتونی تو حالت ما بهش میگیم ساندویچی یعنی تو یه دونه پری کلیپ مثلا یه سری ریزالف دوباره آپشنالی داره اینا میخوام خیلی تخصصی وارد دیتیلش بشم ولی یه سری آپشنالی کالر سپیس ترانسفورم داره که تو بهش میگی مثلا آقا ورودی من دوربین من اینه میخوام بره اینجا ساندویچی که معمولا درست میشه اینه که مثلا ما با آری رد شوت کردیم من آریا رو میندازم توی یه گروه ردا رو میذارم توی یه گروه دیگه میگم آ اینا که توی آریان اینپوتمون مثلا آری لاکسیه خودت مثلا کالر سپیس رو میزنم از آری میره به سمت ایسیز حالا ایسیز سی سی تی یه سری آپشن های جدید اومده ایسیز و سی سی تی آره ورژن‌های های مختلف داره یکی رو آبی بیشتر آره آره یه سری, مختلف داره. آره، آره، یه سری مختلف داره ولی کلا همش ایسیزه بعد مثلا این توی پری کلیپ اتفاق میفته یه نود دیگه ای هست به اسم تایملاین نود که آخریه که روی همه تایملاین اعمال میشه و مثلا گرین رو اونجا میذارم معمولا یا اونجا یا روی گروپ پست کلیپ میتونی بسته به اینکه خروجی از تو چی میخوان از ایسز دوباره الان میگی ورودی من ایسزه چون رفت بردی به ایسز کار کردی الان توی پست کلیپ چون اولویت اینجوریه، اول پری کلیپه، بعد کلیپه، بعد پست کلیپه، بعد تایم اولویت اعمال شدن برای همین سیگنالی که به پست کلیپ میرسه، در واقع ایسیزه که توی تایم لاین کار کردی بعد اونو میتونی بگی آقا از ایسیز ب... به من مثلا 7 و ناین بده به من مثلا هر چیزی که خروجی که حداقل بزرگتر از ایسیز نباشه یعنی ما تهش این کالنکلی مثال خوبی میزنه تو وقتی لاگ فیلم برداری میکنه یا رای انگار یه دریاچه گنده ای از داینامیک رنج بعد یهو میخوای توی 7 و 9 که یه سطل توش نشون بده یهو خیلی باید همین چی کوچیک بشه و وقتی تو کوچیکش کردی نمیتونی دوباره بزرگش کنی کار دونه ایسز محدودش میکنه ایسز من... توی تو ایسز, تو... ایسز آره دیگه از ایسز رو نمیشه پخش کرد جایی آره دیگه نیست که ایسز پخش کرد. آره یعنی تو یا باید یا استیش میکنی یا نهایت آرش میکنی که آر هم خیلی کوچیکتر از ایسزه ولی هر آره... دوتاشو میتونی ازش بگیری هم آره هم میشه آش. گرفت حالا ورکفلو HDR کلا یه داستان میشه که آم... HDR آم... حالا اصلا یه اول اینکه لایسنس جدایی میخواد و باید اصلا پایپلاین دیگه ای داشته باشی چون HDR حالا من بازی خیلی توضیح کوتاه بدم در واقع تکنولوژی جدیدیه که اومدن از داینامیک رنجی که آردی دوربینا دارن که خب آری و مثلا و اینا همشون نمیدونم چند استاپه حداقل 15 و 15 16 استاپ میگیرن مثلا نتفلیکس دارید آره شو. و در واقع های داینامیک رنج HDR ها هشت هشت که همون اچ دی آر اینا سعی کردن مثلا نورمال 8 واقعا 8 یعنی اونایی که میگن ده در واقع 8 جورایی آره مثلا سون حالا مثلا آلفا 7 آلفا 7 فکر کنم رو به زور 10 مثلا تو شرایط نوری تنظیم شده 10 آره. استاپ داینامیک رنج میده ولی آریو ونیس و اینا قشنگ تا آره و تمیز 15 استاپ میده آره و اینو چون مثلا 7 و قادر نیست 15 استاپ رو نشون بده چون SDR محدوده به 0 تا 100 نیت نیت هم که واحد اندازه گیریه برایتنسه و الان HDR میشه هر تکنولوژی که قادر برایتنس بیشتر از 100 نیت رو پخش کنه و هر چقدر up to 1000 نیت هز... یعنی استاندارد حداقل دالبی ویژن 1000 نیته حالا مانیتور های هزار نیت هم داریم که قشنگ گرم میشه خونه انقدر چیزه ولی استانداردی که الان مثلا نتفلیکس و هلو و نمیدونم اچ بی او اینا به عنوان اچ دی دالبی ویژن قبول دارن و در واقع سرتیفایده تا هزار نیته و این میاد بسته به مانیتورت که میگه آقا من مثلا یه مانیتور اچ دی دارم که تا هزار نیت میتونه ساپورت کنه اگر این رو داشته باشی در واقع اون قابلیت رو بهت میده که به اینکه کل داینامیک رنج بین 0 تا 100 نیت محدود بشه بین 0 تا 1000 نیت یعنی تقریبا مشکی‌ها فرقی نمی‌کنه بلک‌ها باز صفره ولی برایت‌ترین نقطه ات به جای 100 می‌تونه 1000 باشه ام. بازم توی اچ دی تقریبا می‌تونم بگم 60 تا 70 درصد فیلم هنوز استیاره یعنی 60 تا 70 درصد فیلم منظورم هر شاتی هنوز 70 60 70 درصد رنگا زیر 600 نیته یعنی اگر تو اچ دی آر باشیم معمولا همه چی تا 600 نیت میرسه دیگه اگر یه آفتابی داری تو تصویر یا یه اسپیکولر هایلایت خیلی روشنی داری نزدیک های هزار میرسه ولی خب اینی که توانایی رو داری تا هزار نشون بدی یعنی خب تفاوتش زیاده و تو توی تاریکی ها چیز بیشتری رو میتونی نشون بدی تو مجبور نیستی برعکس اچ دی آر مثلا آسمون رو انقدر روش کار کنی اینا رو فشرده کنی آره. که جا بشه وقتی اشتیار تو سقفت بلندتر لازم نیست اونقدر آره آره محدودیت, محبوبیت رو, رو کمتر میکنه به اینکه و... هم در آره. تو با اون میتونی تصویر بگیری دقیقاً ولی خب مانیتورهای اچ چون تکنولوژیش هنوز جدیده خیلی گرونن و هر مانیتوری هم دالبی سرتیفاید نیست مم. یعنی خیلی جالبه چون الان مانیتور HDR گیمینگ بنکیو مثلا هست قیمت ایران نمیدونم ولی مثلا پنج سال پیش بود یک و چهار سال مثلا مم. HDR 10 آله. 4K فلان قشنگ گیمینگ این صرف اون عدد HDR بودن و اینا اصلا, نه. اصلا, اصلا اون نیست اصلا HDR نمیست. چند نو داریم HDR 10 با دالبی ویژن فرق مم. داره ولی در نهایت اینایی که این مانیتورهای اکثری که کلیم میکنن HDR دی هستن چون بیشتر از 100 نیت قادرن نشون بدن نمیشه گفت شما HDR نیستین ولی اون سرتیفیکیشنی که در واقع نتفلیکس و هلو میخواد که روش مستر بشه با... که در واقع دالبی ویژن مستر بشه اینا نمیتونن دالبی ویژن مستر کنن یه چیزی در مورد برایتنس که گفتی همون سیگرف که گفتم مال اگزیبیشنی مال وی افیکس رو ایناست که دو, سال پیش اینجا بود برفه آیزو بود مانیتور ها رو برده بودن و خیلی خفن و از اون مسئولش پرسیدم که چرا این مانیتور رو گرونن وقت مشخصاتش مثل خیلی مانیتورهای های دیگه است گفت اگه بخوام نرم تو فنیش اینه که شما این آیزو ها رو بذاری روی نیت پنج رنگش دقیقه بذار روی نیت حالا اشتیاراش مثلا 300 یا امه. هزار رنگش دقیقه و راست میگه شما مانیتور از تلویزیون ها مثلا به رایتنسش رو کم میکنه کنتراستش تغییر میکنه آره. قرمزتر میشه آبیتر میشه و خیلی چیز جالبی میگه بعد همینطور که مثلا توی 8 ساعت داری باش کار میکنه رنگ ها ثابت بمونه آره. نه آره. به تدریج هی رنگ طی 8 ساعت اگه مثلا حتی دو استاپ هم نور تغییر کنه متوجه نمیشی چون آره دیگه... تو را نگاه میکنه به تصویر آره ایناش اینا چیزاییه که گرون میکنن یعنی الان دوباره دو تا برندی که خیلی در واقع دیگه همه پست سایه دیگه ای لیستر استفاده میکنن فلندرز و سونیه Uh, حالا مثلا نه این سونی که تو نمایشگاه ها هست نه سونی مثل... مثلا میشه ایش... خریدش فکر آره من... نه اون سونی که من میگم مثلا البته یه مدلش که الان دیگه دیسکانتینیو شده HX300 بود که اون موقعی که دیسکانتینیو نشده بود سی هزار دلار بود uh, الان HX310 اومده که باز همون قیمته یعنی, یعنی سی اینچه یا مثلا نوزه اینچه آره، نه, نه. 310 سی و یک اینچه آره فکر کنم اون عددی که میزنن مثلا اون تنش همون سی و اینچه ظاهرش رو ببینی سی هزار دلار نمیارزه نه بعد آه. سونیا اون مانیتورهای سونی خیلی هم سنگینن یعنی یه اصلا دم و دستگاهی پشتش داره که خیلی سنگین اون چیزن فلندرز یکم سبکتره و یه مانیتوری که باز HDR سرتیفایده و تقریبا نسبت به اونا ارزونتره جدید اومده اون XMP310 اگر اشتباه نگم XMP شو مطمئنم فکر کنم هم همون XMP310 که اونم 31 اینچ فلاندرز فلندرز. فلندرز آره و اون مثلا 10000 دلار ده و 500 نزدیک با تکس و اینا مثلا میشه 11000 دلار یعنی حتی آیزو اون اون گرونه که اون بار با هم دیدیم که اصلا نه فکر کنم جای اومده ولی حتی فکر کنم تو لیست نتفلیکس نیست ببین اونا... آزو. اون آیزو خب یه چیزی که از آیزو اولد نداره یعنی آیزو مانیتور اچ خوب داره ولی همشون آی پی ان حتی اون 35 40000 دلاری هم فکر کنم اولد نیست ولی این فلندرز و سونیای جدید همشون اولدن حالا اولد که میگم حالا یه اسمای مثلا یکی کیو دی فلان این دیتیلش نمیدونم ولی تکنولوژی همون اولد رو دارن که اینا میشن تازه اینایی هم که من میگم سرتیفایدن مثلا همین فلندرز سی اینچی که ده هزار دلاره قادر نیست کل سی و اینچو و همزمان هزار نیت نشون بده اینا یه نقطه ای رو مثلا میگن آقا مثلا آفتاب تو تصویر اگر هزار نیت یه نقطه ای رو ما میتونیم هزار نیت نشون بدیم 20 درصد تصویر مثلا 20 درصد آره یعنی همش یه هزار نیت یه صفحه سفید هزار نیت دور ازش بلند میشه اصلا آره نه لیمیت آره اینا نیم. حالا اون گرون طرف فکر میکنم محدودیتشون کمتره یا نه 65 اینچش هست دوباره همون تکنولوژی اه... که مثلا فکر کنم 20000 دلاره نمیدونم اینا این سری جدیده که مثلا یک یه... یه سال هنوز یه سال یه سال فکر کنم اومده اه... ولی این برندا آیزو هم خوبه من خودم آیزو دارم مال من HDR نیست مال من هم SDR معمولیه چون حالا تکنولوژی و اکویپمنت های HDR داشتن یه بحثی کار HDR گرفتن کلا یه داستان دیگه است چون HDR معمولا اول اینکه کارهای ایندیپندنت و لو باجت معمولا HDR نمیگیرن چون یعنی نمیگیرن که دوربینه که رکورد میکنه یعنی HDR مستر نمیکنن چون هزینه HDR هم کالرش هم همه چیز خیلی گرونتر از SDR و این اصلا نیازشو ندارن و اصلا کمپانیایی هم که مثل اچ بی نتفلیکس و اینا اچ دی میخوان من حتی اکویپمنتش هم داشته باشم با من آدمی که اصلا چیز نیست یعنی یه شخصم من اصلا نمیان با من کار کنن یعنی باید یه کمپانی باشه یه پایپلاین خاصی داشته باشه یه سری سرور یعنی خیلی پیچیده تر از اینه که من فقط برم مانیتور اچ دی بگیرم نتفلیکس بیاد با من کار کنه حالا راجع به کمی قیمت ها بحث شد یه حرفایی از قیمت زدی آره. <laughs> با اینکه میرم تجهیزات تو هم خیلی گرونه بالاخره با پولش در بیاد ولی بیا کم راجع به قیمت ها نه که بگم حالا لزوم قیمتی آره که خود خودت میگیری یا به تو پیشنهاد میدم ولی چون یه کوچیک در مورد مثلا اینکه کمپانی تیری چقدر میگیره ولی <laughs> یه نفر که ایندیپندنت چقدر میگیره خیلی جالب بود اختلاف آره. عجیب بود آره. اولا که چه جوریه مثلا میان دقیقه ای با صحبت میکنن روزیه، پروژه ای آره یکم راجع به اینا صحبت کنیم یکم عددا دستمون بیاد آره. از لول ایندیپندنت تا مثلا لول نولان آره. <laughs> اگه اطلاعاتش هست ببین قیمت ها برای کلا حالا کالر جوریه که معمولا دو نوع حساب میکنن یا پروژه یا روزیه یعنی یکی میاد میگه که آقا من این پروژه رو دارم بیا با من دی ریت کار کن یکی هست میگه که نه من این مقدار کل بودجه رو دارم کل کالرش انقدر بودجه دارم حالا تو میخوای تو یه روز بزن میخوای تو یه ماه بزن اکثرا فلت ریته چون معمولا اینا نگران اینن که نوت اگر زیاد بشه ما بخوایم ریت کار کنیم هر چقدر تعداد نوت بیشتر باشه ما روز بیشتری وقت میزنیم اینا گرونتر از بودجهشون در میاد معمولا مثلا من جوری کار میکنم میگم مثلا آقا این فلت ریت شما مثلا پس اصلی با مثلا سه راوند نوتو کاور میکنه مثلا حالا بخوام حدودی بگم کلا توی هالیوود اگر بودجارو رو بخوایم مثلا رتبه بندی کنیم فیلم لو باجتی که ایندیپندنت حساب میشه دیگه از صفر تا 4 5 میلیون دلار بودجه کل پروژه رو نه فقط پست پروداکشن اپ تو مثلا 5 میلیون دلار لو باجت حساب میشه که کل پروداکشن و معمولا بین یک تا پنج که اون باید تقسیم بشه بین پری پروداکشن پروداکشن و پست پروداکشن که خیلی موقع بعدشون از این فیلمایی که تو مثلا آی ام دی بی دو نیم آره دیگه موقع. خیلی از کارهایی که یعنی اکثر کالای هست ولی خوب هست. که میگه با... چیه چیه. آره یه کارایی هم هست که واقعا باجتشون خیلی کمه یهو یه فیلمه میتره کنه و خیلی پول در میاره ولی در مجموع اکثر فیلمایی که مثلا روی نتفلیکس یا مثلا حالا پیکاک تی وی اینا آره، که حتی فری هست آره اونایی که فری معمولا ایندی یا لو باجت ترن بعد میدیوم باجت داریم که بین 5 تا مثلا سی چل میلیون میشه میدیوم باجت و دیگه بالای 50 میلیون دلار که مثلا مارول یهو میلیون دلار بودجهشه اونا باز بودجه کل فیلمه حالا مثلا باز توی رنج ایندیپندنت یه رنج مثلا میتونم بگم حدودا اوریجی برای هر فیلم سینمایی برای ایندیپندنت ها بین مثلا 5 تا 15 هزار دلار چیزشه اخت... مثلا اوریجش میشه ده هزار دلار یعنی <متحد> مثلا یه کسی که میخواد یه فیچر رو کالر کنه کامل همه کار خودش انجام میده نوتاف نمیدونم این پرسن <متحد> <متحد> آره. ای قیمت اوریج بین مثلا میگم هشت تا ده هزار دلار کاریه که مثلا بسته به آدمش مثلا بین دو هفته سه هفته وقت میبره این در مقابل وقتیه که مثلا کامپنی 3 اگر بخواد روزی چارج کنه که خیلی که گرونه استودیوهاشون ولی مثلا کالریستای اونجا فکر میکنم اگر اشتباه نکنم برای هر پروژه بین 50 تا 60 هزار دلار استودیو چارجشون میکنه چارج. آره یعنی معمولا استودیوهای بزرگ استودیوهای چارج میکنه بعد خب کالریستا استاف کالریستان دیگه سالاری خودشونو دارن یا یا کارمند اون شرکتن یا بعضی حالتا فکر کنم کالریست اجاره میکنه استودیوشونو آره ]شونو. آره اونجور، اون فقط مثلا اگه تو بری کامپلیتری خود جاشونو اجاره کنی که نمیدونم جدا میدن یا نه اونا هم خیلی گرونه اونا فکر میکنم روزی مثلا سه هزار دلار اینا باشه بسته باز به اکویپمنتی که توش میاد و اینا معمولا ادونس پنل دارن و نمیدونم اینا خیلی به قولی چی میگن اصطلاح غروفرشون زیاده آره آه، ولی آره آه. یعنی فرقش پو، تقریبا پو گفتی تو گفتی کامپانی تیری تو لول میدیوم باجت نه کامپانی تیری تقریبا های باجت تا... چون مثلا کامپانی تیری مثلا تاپگان کالر میکنه company یعنی مثلا تو تو لول جوکر و تاپگان تو... هزینه کالره مثلا حدودا بین 50 تا 70 هزار دلار مثلا پول اینا رو میگیرن آره یه حالتی هم یه حالت دیگه هم خیلی کم ولی مثلا نولانه که فرقه که تبلیغشون بشه مثلا آی و فوتوکم و اینا برای که آره. تبلیغ سری چیزاشون بشه دوباره اسمشون رو بیاد حتی اصلا با هزینه های خیلی کمتر از اون آره. چیزی که اونم هست باید اصلا مثلا بر تبدیل هفتاد میلیمتری اصلا جز نولان کسی دیگه انجام نمیده حالا بیان چه قیمتی بزنم یعنی حالا فوتوکم مثلا اومد یه چیز خاصی رو دیولوب کرد برای نولان برای آی مکس نولان که اصلا هیچ توجیه هم نهاره فکر نمیکنم کسی بعد اون به استفاده بکنه آره دیگه اومدن اومد فوتوکم این کارو کرده آره حالا هنوز خیلی سوال هست مخصوصا اینکه خب دوست هم اصلا سلیقه رنگی خودت چطوره ولی خیلی با حرف نمیشه آره. بگی من این فلان فیلم رو دوست دارم آله. به نظرم حالا ما این پارت رو اینجا تمام میکنم نمیدونم میشه پارت یک پارت دو نمیدونم ما اد... زب میکنیم ادیت میکنیم این چی در ولی این پارت رو که این قسمتیم که نورم هیدار کم میشه <applause> آره دیگه بعد ساعت الان چهار شد آره کاتش میکنیم میریم اون ور که اون اسبابازی هم بیاره میخور نشون بده آره اسبابازی که تو همجا با خود میبری برای آره. الان آوردی الان <applause> <تصفح> <تصفح> نمیدونم فکر کار باید بکنم کاتون چرا تو با کالر رو بکنی با... آره نه واقعا تو فرودگاه داشتم اکسپورت و چیز میکردم آره برم بیارم الان میریم اون ور میشینیم آره <تص> آره آره خلاصه اوکی بریم آره سهنت کرد خب در واقع جدیدترین پنل مایکرو داوینچی ریزالوه که تازه اومده کنم یه سالم نشده سر ست میبرم با خودم مثلا اگه لازمه من که سر فیلمبرداری این تازه به دنیا اومدم من به این شارپی تا این فیلم رو بفرس برای بابا دیگه آره اصلا درست و غلط داریم یعنی ببین درست و غلط تا یه حدی که همین اسکین ب... فونه ب... ببین میشه گفت درسته یا غلطه میخواستم چند تا عکس اونجا چه رو گفتی ریدی تو اسر نه چی خب بذار جوست... دوباره نمیگم. نمیگم. نمیگم, نمیگم 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 چیزم. نه بذار نمی... نمیگم چی نه بذار نه معذرم میخواستم سورپرایز کنم بگم نظر در مورد سیاستی چیه و خودت تو چیزی بود که اصلا از قبلش فکر کرده بودی تو آره ما آخر من اصلا چیزی که میخواستم نشون بدم هم سیاستیه خب چه تفاوتی